دید مسئله خشونت یک پدیده بسیار بسیار بزرگ در کل تاریخ بشری و در همه جوامع و از جمله بحث امشب ما در ارتباط با ایران در جامعه ایران به شکل انبوه وجود داره و این رو من اگر دقت کردم، یعنی دقت بهش کردم از دیرباز، یه دورانی هستش که حدود 2 دهه هستش که به خصوص به این مسئله توجه کردم. از یک طرف گام اولی که من بهش واقعا توجه کردم این بود که رابطه خشونت با ایدولوژی ها، اگر ما نگاه بکنیم در کل جهان، آنجایی که ایدولوژی و یا دینی به زور میخواد مناسبات رو به سمت دیگه‌ای بکشونه، پیوسته توأم با خشونت بوده. خشونت رو در سیستم هیتلری و نازیسم ما میتونیم ببینیم، خشونت رو در سیستم استالینی ما میتونیم ببینیم، در پلپوت میتونیم ببینیم، در واقع سیستم چین میتونیم ببینیم و این ماجرا ادامه پیدا کرد و از جمله شکلش در خود ایران در زمان که انقلاب روی داد، خشونتی که در دل جامعه بود رو باز ابعاد بسیار بی‌سابقه‌ای به خود بهش بخشید و امروز جامعه ایران که یک جامعه هستش دیکتاتوری متناسب بر یک نظام در واقع اتوریتر، این نظام مجموعه سیستم خودش رو روی خشونت نهاده و برابر این من نگاه هم به این بود که چرا این خشونت در طول تاریخ وجود داشته، رابطه خشونت با ایدولوژی ها چیه، رابطه خشونت با دین چی هستش و اصولا اگر جامعه ایران یک جامعه شدیداً خشن هستش، این خشونت رو ما چجوری میتونیم تعریف بکنیم، از کجا میاد و احتمالاً در برابر این خشونت چه راهکاری میتونیم در نظر بگیریم. آقای دکتر ایجادی، بفرمایید که در میان کسانی که به بررسی های اجتماعی علاقمندن، استادان، فلاسفه، چه کسانی پرداختن به امر خشونت؟ در این زمینه مسئله خشونت یک مسئله بسیار مهمی هستش از نظر جامعه شناسی و از نظر روانی و افراد گوناگونی به این مسئله پرداختن. گاه این خشونت رو برخی از اونها از زاویه در واقع حمایت از امر خشونت، منطق خشونتی که به قول خودشون میگفتن خشونت انقلابی هستش، به عنوان نمونه در رساله های کارل مارکس اگر ما نگاه بکنیم خشونت مطرح هستش و نگاه به خشونت رو نگاهی مطرح میکنه به عنوان یک در واقع خشونت انقلابی که منجر بشه بر به هم ریختن سیستم سرمایه‌داری و بنابراین این خشونت برای این خشونت مقدس هستش. لنین که در همین مکتب فکری قرار داره، اگر شما نگاه بکنید به آثار گوناگونش راجبه خشونت مطرح میکنه و سیستم دولتی و ماشین دولتی رو برای داغون کردن حریفان و در واقع طبقات مختلف در نظر میگیره و همچنین خشونت رو از زاویه جامعه شناسان دیگه به اصطلاح بسیار گسترده برخورد کردن، از فروید گرفته که این مسئله مطرح میکنه، از ادگار مورن هستش که این مسئله مطرح میکنه، از در واقع افرادی مانند به اصطلاح پوپر هستش که این مسئله رو مطرح میکنه و همه اینها به این مسئله توجه کردن که ما این خشونت رو چگونه میتونیم توضیح بدیم، یعنی خشونت از کجا میاد، آیا خشونت ناشی از طبیعت انسانی هستش، آیا خشونت ناشی از نوعی فرهنگ، نوعی ایدولوژی هستش، آیا خشونت در ارتباط با سیستم حکومتی و نظام سیاسی جامعه هستش و یا به اصطلاح عوامل دیگه ای. و این مسئله من فکر میکنم که کماکان باز باقی مونده، همین دوره اخیر هستش که برخی از به اصطلاح روانکاوان و روانشناسان آمریکایی یک سلسله آزمایشهایی رو در نظر گرفتن و به این ترتیب که افرادی رو که حدوداً افراد جوانی بودند، اینها رو در یک شرایط مساوی قرار دادن که ببینن که وقتی که مثلا فیلم‌های خشونت بار گذاشته میشه، صحنه‌های جنگ هستش، صحنه‌های آدمکشی هستش، ذهنیت اینها و مشخصا مغز اینها چگونه واکنش نشون میده و توجه کردن که بخشی از کسانی که
در ارتباط با این فیلم ها و این صحنه ها قرار گرفته بودن، در ذهن اینها، در بخشی از مغز اینها، تمایل خوشایند و مطبوع نسبت به خشونت به وجود میادش، و برخی دیگه شدیداً نسبت به این امر کاملا واکنش منفی داشتن. و نتیجه که میگرفتن این بود که حداقل میشه این رو مطرح کرد که در ذهنیت و یا در واقع در مغز انسان ها، حداقل بخشی از انسان ها، این استعداد وجود داره که تمایل به خشونت درش به وجود میاد، منتها این خشونتی که در ذهنیت وجود داره آن به دنبال خودش توسط عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل در واقع اقتصادی، روانی، تبلیغاتی میتونه به شدت تقویت بشه و کار رو به ابعاد جدیدی بکشونه. بنابراین ما باید پیوسته نگاه بکنیم که تئوری‌های مختلف چه گفتن و این رو در آزمایش‌های میدانی نگاه بکنیم و همه پدیده‌هایی هم که در اجتماع هستش رو تک تک اونها رو با ارقام و آمار برخورد بکنیم و هر کدوم از اینها رو، چرا که نمیشه یک پاسخ یگانه‌ای داد، مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. آقای دکتر، برخی از تحلیلگران گفتند که با نیروی قانون میتوان بر پدیده خشونتگرایی مستولی شد. درسته این؟ بحث بر سر این هستش که کدوم قانون؟ به تبع قانون‌هایی هستش که در چارچوب سیستم‌های با به اصطلاح سیستم‌های نظامی هستش، سیستم‌های دیکتاتوری هستش. قانون هایی که در این کشورها وجود داره قانون های دموکراتیکی نیست. قانون دموکراتیک چیست؟ قانون دموکراتیک آن قانونی هستش که در راستای به اصطلاح فعالیت های دموکراتیک، فعالیت های دموکراسی خواهی، رأی دادن ها، انتخابات و غیر و غیره، به اعتبار ارزش های جهانی و به اعتبار ارزش های دموکراسی خواهی در کل جهان بتونن افراد صحبت بکنن، نظر مختلف رو بیان بکنن و در چارچوب مجلسی این رو به شکل قانونی پیاده بکنن. در چنین جامعه‌ای قانون به تبع میتواند نقش تخفیف دهنده‌ای داشته باشه. یعنی خود این هرم دولتی، عملکرد یک ارگان دولتی که این عملکرد به اصطلاح سیستم دولتی نوعی با خودش فشار رو داره، ولی از آنجایی که قانونمند بشه، مناسبات رو بر پای قانونی که مورد بحث قرار گرفته، مورد انتخاب افراد نماینده قرار گرفته، زمانی که به اینها اتکا بکنن، به مرور میتواند نوعی تربیت، نوعی پرورش به افراد جامعه انتقال بده. ما این رو از نظر جامعه شناسی بارها گفتیم و شنیدیم که اینکه خود دولت، خودش، هر دولتی، البته حتی دولت‌های دموکراتی، اینها در واقع اعمال خشونت می‌کنن. منتها صحبت بر سر این هستش که اعمال خشونت یعنی چی؟ یعنی که فرد بزهکار، فرد جنایتکار رو می‌گیرن و اگرم به زور شده دستبند بهش می‌زنن و می‌برن بر زندان می‌اندازن. این نوعی خشونت نسبت به این فرد هستش. ولیکن این خشونت خشونتی هستش که در چارچوب قانون هستش، خشونتی هستش که بهش میگن خشونت مشروع. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منافع عمومی جامعه رو در نظر داره و بنابراین کشورهایی که درش سیستم‌های دموکراتیک هستش، این یکی از عامل‌هایی هستش که میتونه از نسبت به امر در واقع خشونت عامل تقلیل دهنده باشه. ولی در کشورهایی که به شدت دیکتاتوری وجود داره و از اونجایی که هیچ ضوابط و مناسبات آرامش بخش و بحث کننده و در واقع متقاعد کننده وجود نداره، زمینه‌های خشونت رو در دل جامعه پرورش میده. به خاطر اینکه ما همیشه باید توجه داشته باشیم دو نوع خشونت وجود داره: یک خشونت سمبولیک و دو خشونت فیزیکی، که هر دوی خشونت ها در چنین جامعه دیکتاتور منشانی میتونه افزایش داشته باشه. آقای دکتر، این تقسیم بندی پدیده خشونت به مثلا خشونت روانی، خشونت جسمی، خشونت اجتماعی، این از چه ایده‌ای پیروی میکنه؟ ببینید، مسئله وقتی ما صحبت از خشونت میگیم، یعنی
فشار آوردن به یک انسان یا به هر حال اقدامی که می کنید اقدام قهرآمیز هستش، اقدام اجباری هستش نسبت به یک فرد دیگه در دل جامعه. حال زمانی هستش که این فشار و اجبار در برخورد به جامعه، در برخورد به فرد در رابطه با فیزیکی و جسمی اون قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی که کسی که شکنجه میشه مانند زندانیانی که در ایران هستن، این فرد زمانی که شکنجه میشه یعنی قدرت جسمی خودش رو از دست میده یا تضعیف میشه این قدرت و حتی جانش در خطر هستش و برابری به این خشونت که نوعی خشونت متوجه به جسم انسان هستش و قدرت و توان فیزیکی انسان هستش، این رو بهش میگن قدرت به اصطلاح خشونت فیزیکی که از طریق در واقع قهری انجام میگیره، از طریق در واقع ضربه زدن، آسیب زدن به شکل‌های مختلفی انجام میشه. یه زمان دیگه هستش که میگیم که خشونت خشونت سمبولیک هستش، منتها این خشونت سمبولیک رو در جهات مختلف تقسیم میکنن جامعه شناسا. یک، به فرد میگن خشونت سمبولیک چیست؟ آن خشونتی هست که در کلام وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که شما کلماتی رو که استفاده میکنید این کلمات با خودش بار دارن. زمانی که شما توجه بکنید که مثلا به فرض یک حرف رکیک و ناشایستی کسی به کسی دیگه میگه، این حرف کاملا رکیک و ناسالم و به اصطلاح غیر اصولی منجر میشه که روان فرد نسبت به این دریافت سخن آزرده میشه و در واقع غمگین میشه و این به اصطلاح فشار زبانی یا سمبولیک فرد رو کاملا در یک وضعیت ناخوشایند، حتی میتونه منجر به مناسبات به اصطلاح پاتولوژی های روانی یا بیماری های روانی بشه در صورتی که این ادامه داشته باشه. یه زمانی هستش که بنابراین خشونت سمبولیک به این ترتیبه. یه زمانی هستش خشونت سمبولیک از نظر روانی باز به این ترتیب هستش که شما در مناسبات اجتماعی که دارید، به فرض نمونه بیاریم، مثلا در ایران صحبت از این هستش که آیا دولت ایران دولتی تبعیض‌گرا هست یا نه. ما میگیم که بله. نمونه این چیست؟ نمونه این هستش که به فرضی که شهروندان ایرانی ما که به فرض بهایی هستن، اینها نمیتونن به راحتی شغل داشته باشن، نمیتونن اینها به وارد سیستم دانشگاهی بشن، به شکل مستقیم و غیر مستقیم توسط سیستم تبلیغاتی، سیستم تصمیم گیری اینها در واقع به کنار گذاشته میشن و به حاشیه رونده میشن و زمانی که شما خودتون رو در جای اینها بگذارید متوجه میشید که چگونه این بخشی از جامعه ایران، بخشی از جمعیت ایران به زیر این فشار و زیر این قهر اداری و ایدئولوژیکی در واقع به شدت تأثیر میپذیره و ناراحت میشه. یا نمونه دیگه در نظر بگیریم زنان ایران. زنان ایران از محدودیت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای متوجه اینها هستش. زمانی که زنان ایران نتونن در واقع حداقل روی استادیوم‌های ورزشی راحت برند و نگاه بکنن، نتونن راحت آواز بخونن، نتونن راحت در به اصطلاح خیابان‌ها راه برند و حتما باید زیر شبکه و یا به هر حال حجاب اسلامی باشن و حتی سیستم اداری ایران در صدد این هستش که جایگاه زنان رو محدود بکنه در امر سیاست، در امر اقتصاد، در امر اجتماع، اینها خودش منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که افرادی به این دلیل یا اون دلیل از حقوق اولیه خودشون، از مناسبات عادی که در اجتماع باید برخوردار باشن، از آرامشی که باید برخوردار باشن به اشکال مختلف در واقع محروم میشن و این هم نوعی از همون خشونت سمبولیک هستش که در دل جامعه وجود داره و به این ترتیب آدمها رو یا از نظر فیزیکی و جسمی ضربه میزنن یا از نظر روانی و سمبولیک تحت فشار برن. آی دکتر، این موضوع خشونت اقتصادی هم خیلی ابعاد وسیعی داره ظاهرن که عبارت باشه از سوء استفاده از موقعیت برتر، نقض حق فرد در مالکیت، نفی حقوق اقتصادی فرد. در این باب هم لطفا نظرتون رو بیان کنید.
اگر خاطرمون باشه در زمان انقلاب اینها هواداران و به اصطلاح مجریان جدید سیستم حکومتی ایران تحت عنوانی که انقلابی هستند، تحت عنوانی که نماینده خدا و الله هستند، شروع کردن به تصاحب خانه ها و کارخانه های افراد دیگه‌ای که این در واقع در مالکیت خصوصی اونها قرار داشت و اینها رو به عنوان مصادره انقلابی گرفتند و چپاول کردند و در واقع اینها رو یا در به اصطلاح راستای منافع شخصی خودشون قرار دادن یا در ارتباط با مجموعه بنیادها و غیر و غیره اینها رو افرادی رو که دارای حقوقی بودن و این حقوق از جمله حقوق مالکیت بود اونها رو از ثروتها و مالیات خودشون جدا کردن. این یک خودش یک نوعی قهره، یک نوعی خشونت هستش. ما اگر خاطرمون باشه حتی کارل مارکس زمانی که توضیح سرمایه‌داری رو میده میگه یکی از دلایلی که سرمایه‌داری رشد کرد این هستش که اکومولاسیون یا در واقع اون انباشت اولیه‌ای که انجام گرفت انباشت اولیه قهرآمیز بود، یعنی افرادی رو که دارای به اصطلاح مالکیت بود، مالکیت کوچک بود، اینها رو میگرفتن به انواع اقسام راهها اینها رو از مالکیت خودشون جدا میکردن. در زمان انقلاب آنچه که در ایران روی داد بخشی از طبقه به هر حال سرمایه دار، طبقه‌ای که دارای حتی طبقات متوسط کسانی بودن که به لحاظ اینکه به اصطلاح اینا طاغوتی هستند یا به لحاظ اینکه اینها در واقع سیاسی هستند و مخالفین رژیم هستند اینها رو همه رو گرفتن، از حقوق خودشون اینها رو محروم کردن و این یکی از جلوه های همین خشونت نسبت به جامعه بر اساس مناسبات اقتصادی هستش. زمانی که شما در ایران به فرض افراد بیکار میشن تا به شکل غیر عادلانه افرادی که توسط به اصطلاح کارفرماهایی که حقوق اولیه را رعایت نمیکنن بیکار میشن و یا به این افراد حقوق ماهیانشون داده نمیشه، این افراد چی هستش؟ این افراد کسانی هستند که در مناسبات اقتصادی و مناسبات حرفه‌ای و کاری به این ترتیب از حقوق خودشون محروم میشن و این محروم شدن از حقوق اثرات بسیار منفی میگذاره در تمام روان اینها، در مناسبات خانوادگی اینها، در روح اینها و بنابراین نوعی عدم تعادل اجتماعی رو برای اینها به وجود میاره. بنابراین جنبه‌ای که ما واقعا باید در نظر بگیریم این هستش که از نظر اقتصادی هر گونه از این اقدامات، چه به اصطلاح مصادره، به اصطلاح انقلابی که در واقع این یک به اصطلاح کلاه شرعی بود همطور که ما میدونیم برای چپاول اموال دیگران، این رو در نظر داشته باشین. زمانی که ایران مورد هجوم عرب قرار گرفت هدف اونها همین چپاول بود و اینها متناسب با اون گذشته تاریخی تحت عنوانی که اینها خودشون در واقع مقدس هستن همین کار رو با بخشی از جامعه کردن و امروز هم در دل این جامعه تمام این سیستم فسادی که در دل جامعه وجود داره، اینها اهرم‌های اقتصادی در کنترل اینها هستش، حساب‌های کلانی رو که اینها دارن، پول‌های کلانی رو که از طریق به اصطلاح فروش غیرقانونی نفت به جیب زدند و هر کدوم از اینها در واقع به یک بخش مهمی از این ثروت رو بالا کشیدن، اینها نسبت به حقوق اجتماعی اینها نوعی خشونت هستش، یعنی جامعه ایران رو، ملت ایران رو از حقوق اولیه خودش، از ثروت‌های خودش به شکل در واقع دزدانه و به شکل کلک محروم کردن هستش و این هم یکی از شکل‌های دیگه هستش که ما این رو به عنوان خشونت در عرصه اقتصاد ازش نام می‌بریم. آقای دکتر ایجادی، این بخش دیگر پدیده خشونت، خشونت سیاسی است به معنای سوء استفاده از قدرت سیاسی، اعمال سلطه فردی و به کارگیری شیوه های خشونتباری مانند مداخله نظامی، تروریسم، کودتای نظامی، اعدام، قتل سیاسی، شکنجه، زندان و آزار روحی و و و. بفهمین در این باب. باز هم ما در متاسفانه در جامعه‌ای هستیم، متعلق به جامعه‌ای هستیم که خشونت سیاسی و قهر سیاسی یکی از
برجسته ترین شاخص های این حکومت بوده. اگر فردای انقلاب رو در نظر بگیریم، کسانی که به سرعت به جوخهای اعدام سپرده شدن تحت عنوان اینکه اینها به اصطلاح افراد متعلق به رژیم گذشته بودن، بدون اینکه دادگاهی باشه، بدون اینکه اینها حق دفاع خودشون داشته باشن، بدون اینکه اینها در واقع در یک مناسبات به اصطلاح کاملا مجاز قانونی و روشن و علنی باشه، اینها رو به این ترتیب جانشون رو گرفتن. بخش دیگه ای از سازمانها، افراد سازمانهای سیاسی در سالهای 60 تعداد بیشماری از کسانی که در زندان بودن اینها رو گرفتن، شبانه و یا در روز اینها رو به جوخهای اعدام سپردن. این همه آدمهایی که کشته شدن، جوانانی که کشته شدن، و هیچ کسی در واقع از اینها نمیتونه به اصطلاح بخواد که جواب بدن، به خاطر اینکه یک نظام استبدادی، نظامی در واقع دیکتاتوری هستش که در برابر خواستا و سوالات یک جامعه هرگز جواب نخواهد داد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسانی که دستشون رو در واقع آلوده بودش، امروز چه بسا یاران اینها و چه بسا خودشون در رؤوس کار هستند. و بنابراین جامعه ایران این حرکت سیاسی رو به اشکال مختلف ادامه داده. ببینید، شما در حوزه سیاست یا به شکل مستقیم جان انسانی رو گرفتن هستش، شکنجه دادن انسان هستش، و یا محروم کردن انسان به عنوان شکل سانسوریش. وقتی که سانسور هستش، این یک جلوه ای از همون سیاست خشونت و قهر هستش که انسانهای جامعه رو، حقوق اینها رو در واقع در حوزه سیاست، در حوزه حقوق دموکراتیک و حقوق انسانی ازشون میگیرن و سلب میکنن. بنابراین جامعه ایران از نظر سیاسی یک جامعه شدیداً خشونتبار هستش. اگر خاطرتون باشه، جنبش سال 88، بچه ها و جوانانی که اومدن و خواهان این بودن که چرا این همه تقلب صورت گرفته و گفتن که ما رأی خودمون رو میخواهیم و رأی ما کجا رفت، همه اینها ما شاهدش بودیم، تاریخ ایران شاهدش بود و به هر حال جهان شاهدش بود که افراد بسیار زیادی رو اینها در واقع کشتند، در خیابانها کشتند، و به هر حال خانواده های اینها حتی ندونستند که بچه هاشون به چگونه و کجا کشته شدن. و بنابراین این سیستم یک سیستمی شدت در واقع تحمل ناپذیر هستش نسبت به اختلافات سیاسی، مخالفین سیاسی خودش. و بنابراین از اونجایی که پیوسته نگاه ایدئولوژیک داره، نگاه دینی داره، نگاه امنیتی داره و منحصر به فرد میخواد عمل بکنه، انحصار طلب هستش، به لحاظ مجموعی مشخصات بالایا فقط یک بالای محدود رو مورد توجهش هستش، و بنابراین آنچه که در برابرش هستش مخالفین هستن. برخی از این مخالفان همون به هر حال دوستانی که ما بیش نزدیک خودشون هستن، ولیکن بخش مهمی از جامعه، جوانان ایران و روشنفکران ایران، روزنامه نگاران ایران، نویسندگان ایران، همه و همه از نظر رژیم دشمن هستن. و بنابراین سیاست سانسور، سیاست زندان، سیاست حتی کشتار پیوسته در اختیار رژیم هستش، و این هم یکی از جلوه های مسئله خشونت در جامعه ایران هست. آقای دکتر، در باب خشونت سمبولیک اشاراتی فرمودید، آیا در این زمینه هم به هر حال تئوریسین ها مطالبی افزودن بر موضوع بررسی خشونت؟ بله، یکی از زمینه هایی هستش که اتفاقا در بخود در سالهای اخیر این نقطه نظرات روش کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیوسته ما در درک این بود که وقتی میگیم خشونت، بلافاصله آنچه که در ذهنمون جلوه‌گری میکرد و ما بهش فکر میکردیم، خشونت یعنی به شکل این که کسی تفنگی رو برداره به سوی کسی دیگه در واقع بگیره و جان اون رو بگیره، یا احتمالاً با سلاح سرد مانند چاقو در واقع جان دیگه ای رو بگیره یا زخمیش بکنه. و بنابراین به این جنبه ها ما بیشتر توجه میکردیم، در صورتی که جامعه شناسان و روانشناسان به خصوص گفتن که درسته که ما انسان چیست؟ انسان چجوری میشه تعریف کرد؟ و از این رسیدن به این که خب اگر انسان یک فقط جسد نیست، انسان یک
به اصطلاح موجودی هستش که بسیار پیچیده هستش، ابعاد گوناگون داره. یعنی انسان اگر فقط ما جنس در نظر بگیریم، جنبه روانی اون، جنبه روشنفکرانه اون، جنبه تاریخی اون، جنبه هویتی اون، همه این جنبه ها رو در واقع از نظر دور می‌داریم. بنابراین انسان یک پدیده بسیار گسترده هستش. حال زمانی که صحبت از سلامتی انسان میشه، سلامتی انسان رو سازمان به اصطلاح جهانی مربوط به بهداشت تعریف میکنه که اون متکی هستش بر کار به اصطلاح محققین، میگه سلامتی عبارت از سه بخش هستش: یک، سلامتی فیزیکی، دو، سلامتی روانی، و سه، سلامتی اجتماعی. و این سه تا باید دور هم جمع بشه که بیان سلامتی یک فرد باشه. وقتی کسی مریض هست، از نظر به فرض دستش به فرض قطع شده، این تاثیر داره در روحی این فرد. کسی که به فرض جنبه دپرسیون پیدا کرده، این جنبه دپرسیون این فرد که جنبه روانی هستش، تاثیر میذاره در نوع مناسبات این فرد با اجتماعش و حتی در ارتباط با جنبه فیزیکی این فرد تاثیر میذاره. بنابراین روانشناسا و به اصطلاح جامعه شناسا به این فکر کردن که اگر انسان یک پدیده پیچیده و همه جانبی هستش، جنبه به اصطلاح سلامتی هم یک جنبه عمومی و گسترده هستش، و بنابراین این مجموعه آسیب هایی که متوجه این کلیت قرار میگیره، این رو ما باید شناسایی بکنیم. و این آسیب ها فقط آسیب در واقع فیزیکی نیست، چک زدن نیست، شکنجه دادن نیست، مسئله جان کسی را گرفتن نیست، بلکه در ذهن مجموعی به اصطلاح مواردی که بهش میگن سمبولیک، که برمیگرده به اکیلیبر یا در واقع تعادل انسان. زمانی که انسانی توسط در واقع یک حکومت مورد از نظر فکری بهش تهمت زده میشه و این رو به شکل در واقع برای که مقاومت یک زندانی رو بشکنن برایش صحنه سازی میکنن، برایش دروغ میبافن و یا میارن افراد خانواده اونها رو زیر فشار قرار میدن، این بنابراین نتیجهش چی هستش؟ نتیجهش این هستش که از نظر روانی، از نظر روحی فرد شکسته میشه، زیر فشار قرار میگیره، و بنابراین این هم یکی از عواملی هستش که اون کلیت انسانی و اون کلیت در واقع سلامتی رو به خطر میاندازه. به این خاطر هستش که بیش از گذشته به مسئله خشونت سمبولیک در جوامع توجه میشه. آقای دکتر، این هم آسیب فراگیر نیست که در بررسیتون به اون اشاره کردید؟ کاملا درسته. ببینید، ما واقعیت این هستش که امروز جامعه ایران یک جامعه هستش که به طب جامعه شدیداً مصرفی هستش، جامعه هستش که به شدت به صلاح شهرسازی و اینا روش توش روش کرده، شهرهای بزرگی مانند تهران و یا جاهای دیگه، کشوری هستش که در یک مناسبات اقتصادی راندخارانه هستش، کشوری هستش که آرزوها و تمایلات گوناگونی وجود داره و بخشی از جامعه نتونستن به لحاظ فشارهای گوناگون در واقع بهش برسن. ولی در خود این جامعه شما توجه بکنید، ما بر اساس ارقامی که دولت داده میشه، رسانه ها میدن، حدود 18 میلیون حاشیه نشین داریم در این کشور. 18 میلیون حاشیه نشین که این زمینه حاشیه نشینی در زمینه‌ای هستش که بزهکاری ها و خشونت ها به شکل دیگری در واقع روش روش پیدا کنه. ما جامعه داریم، این جامعه حدود بر اساس ارقامی که داده میشه 23% طلاق ناشی از فشارهای اقتصادی و ناشی از فشارهای خشونت در درون خانواده ها هستش. برای اینکه بخشی از این طلاق ها انتخاب زن میتونه باشه به خاطری که میخواد آزادی بیشتری داشته باشه. برابری این به اصطلاح آماری که خدمتون عرض کردم در ارتباط با این بخش نیست، بلکه در ارتباط با طلاق هایی هستش که در نتیجه خشونت های اقتصادی و خشونت مردسالارانه نسبت به زن به وجود میادش. یا مثلا جامعه‌ای داریم که بیش از 4 میلیون معتاد درش وجود داره. خب این جامعه‌ای که 4 میلیون معتاد درش وجود داره یک مسئله اساسی هستش. یا جامعه‌ای هستیم، جامعه ایران، که حدود بین 800 هزار تا 1 میلیون زندانی میگن وجود داره.
خب این بالاخره این زندانی بیان چی هست؟ بیان همین خشونت ها و مجموعه بی‌عدالتی ها هستش. یا در جامعه ما زندگی میکنیم یا مردم ما زندگی میکنن که حدود 15 میلیون پرونده قضایی وجود داره، یعنی نتیجه درگیری ها، خشونت ها و گرفتاری های این جامعه هستش. جامعه هستش که در بالاترین میزان اعدام درش صورت میگیره. و در این زمینه فقط دقت باید بدیم که بر اساس آمارهای به اصطلاح عفو بین‌المللی تعداد اعدام ها در به اصطلاح چین بالاتر هستش، بعدش ایران هستش و تا بقیه. منتهی مراتب اگر ضریب جمعیتی رو ما در نظر بگیریم، یعنی چینی ها 1,500,000,000 نفر هستند، حالا که ایران 80 میلیون نفر هستش. بنابراین از نظر به اصطلاح تناسب که نگاه بکنیم، این جنبه تناسبی ایران رو در رأس کشورهایی قرار میده که اعدام در صورت میگیره. یعنی حدود شما در نظر بگیرید که حدود 120 کشور در جهان اعلام کردن که دیگه به هیچ وجه به اصطلاح مخالف اعدام هستن، که اینا در واقع اعدام درشون لغو شده. حدود 20 کشور هستن که به اعدام اعتقاد دارند و اجرا میکنن، و از بین این 20 تا ایران به شکل تناسبی در بالای این هرم اعدام کننده ها هستش. بنابراین همه مثال ها بیان این هستش که ما در درون این جامعه هستیم، جامعه با به شدت گسترده یک در واقع خشونت فیزیکی، خشونت سمبولیک سراسر جامعه رو گرفته، و بنابراین به همین خاطر جامعه ایران واقعا بیمار هستش به لحاظ این انبوه شرایط خشونتباری که در ایران وجود داره. آقای دکتر، سازمان های حقوق بشری در دنیا اعلام کردن که در سال گذشته 1,000 اعدام در ایران انجام گرفته، بیش از هر زمان دیگر تقریبا، اون 10 سال اول که کنار بذاریم، چون تو اون 10 سال هر سال 3,000-4,000 تن اعدام می شدن. آیده که این رقم بیکاری، این انبوه بیکاران که خودش یه قوه چگونه شورش طلب است، شورش خواه است، اینها خودشون فرزندان در واقع همین خشونت نیستن، حاصل این خشونتی که در جامعه ما وجود داره؟ بله، در مورد نکته اولی که مطرح کردید و کاملا درست هم هستش، حدود 1,000 اعدام وجود داشته در طی یک سال. با توجه به این که اگر خاطرتون باشه در دوران اولیه میزان در واقع اعدام های سیاسی بسیار بالا بود، منتها به لحاظ افشاگری هایی که در سطح بین‌المللی صورت گرفته و به لحاظ افشاگری هایی که سازمان های حقوق بشری انجام دادن و در مناسبات دیپلماتیک جهانی به هر حال صورت گرفت، میزان اعدام های سیاسی تخفیف پیدا کرده نسبت به دوران گذشته. و این بیانی نیستش که دولت و یا این حکومت مداران خودشون رو تصحیح کردن، نه به هیچ وجه. این تحت مناسباتی تا در این دوره حداقل از نظر آماری میشه تشخیص داد که این میزان از اعدام ها تخفیف پیدا کرده. ولی در کنار این اعدام هایی که مربوط به قاچاق هستش، مربوط به اصطلاح بزهکاری های دیگه هستش، قتل هستش، مسائل مربوط به تجاوز هستش و غیر و ذلک، این میزان از به اصطلاح اعدام ها به شدت افزایش پیدا کرده. و همونطور که خاطرتون باشه، حتی برخی از اوقات هستش که اعدام ها رو اینها اعدام های میدانی میکنن که به این ترتیب یه به اصطلاح زهرچشم میبدن، و یا در واقع به نحو دیگه ما این رو اینطوری تحلیل میکنیم، زمانی که افرادی یک صحنه خشونتبار رو خیلی زیاد ببینن تا یه حدودی عادی میشه، و بنابراین اون حساسیت خودشون رو از دست میدن و میپذیرن که خب این هم به عنوان یک قاعدهی، به عنوان یک واقعیتی در دل جامعه وجود داره، و هدف رژیم هم همین هستش، از یک سو در واقع زهرچشم بده، از سوی دیگه خشونت رو در ذهنیت انسانها عادی بکنه. این از یک سو، از سوی دیگه
کسانی که به این اقدامات خشونتبار یعنی اعدام دست میزنن و متاسفانه اعدام در ایران به شدت وجود داره و ما باید خواهان الغای اعدام در جامعه ایران باشیم. اعدام در واقع از جامعه ایران باید در واقع کنار بره. اعدام یک سیستمی هستش که از وحشیگری جوامع در واقع بیرون میادش و بنابراین از سوی دیگه وقتی ما نگاه بکنیم این جنبه اعدام رو، آیا اعدام ها علارغم گسترششون، آیا اینها نسبت به آسیب ها، نسبت به مشکلات، نسبت به جرائم، نسبت به جنایت هایی که در جامعه صورت میگیره تأثیری داشتن؟ به هیچ وجه. واقعیت این استش که اعدام در ارتباط با میزان جرائمی که در ایران صورت گرفته، میزان به اصطلاح اقدامات بسیار شرورتباری که در این جامعه صورت گرفته تأثیری برای تخفیف نداشته. بنابراین ما باید فکر بکنیم که آیا اعدام راه حلی برای برخورد به مسائل اجتماعی جامعه ما هستش؟ به هیچ وجه. مورد فرانسه شما در نظر بگیرید، فرانسه یکی از کشورهایی هستش که از سالهای اوایل سال 80 زمان آقای میتران اعدام اینجا ملغا شد، چرا که در گذشته گیوتین بود و از گیوتین از زمان انقلاب فرانسه هم بود، گاه به گاه گیوتین میذاشتن و با گیوتین سر فرد رو در واقع قطع میکردن، ولی سالهای آخرش دیگه خیلی خیلی کم شده بود و بالاخره طرحی که رفت به دادگاه به مجلس، این طرح به اصطلاح گیوتین رو و یا نوع اعدام رو کاملا حذف کردش. و بنابراین آیا امروز در جامعه فرانسه ای که اعدام و یا گیوتین دیگه وجود ندارد، نسبت به اون دوره‌ای که وجود داشت اگر ما این دو مرحله رو مقایسه بکنیم، خب به طبع این جامعه مانند هر جامعه دیگه در خودش فساد وجود داره، جنایت وجود داره، قتل وجود داره و غیر و ذالک این حرفا، ولی که نسبتی به اون سیستم گذشته این جامعه افزایش پیدا نکرد. وجود داره، باید مبارزه باید باش کرد و بنابراین در مورد ایران هم باز به همین ترتیب هستش. یعنی اعدام، مردم ایران، ما باید خواهان این باشیم که اعدام لغو باید بشه و این خواهان به اصطلاح لغو شدن متناسب با قواعد بین المللی پیشرفته و حقوق بشر در سطح جهان. بنابراین یک طرف این هستش که در بحثتون مطرح کردید و امروز این یک امری هستش که به شدت انجام میشه و این اعدام ها هیچ گونه نتیجه ای نداره. کسی که به فرض معتاد هستش یا به اصطلاح در کار قاچاق بوده، این مسئله رابطش چرا حلی شما میخواید بدید که مثلا این رو ریشکن بکنه؟ اگر ریشکن نمیشود به خاطر اینکه شرایط ناملایمت های اجتماعی در ایران وجود داره، بیعدالتی هایی وجود داره، فقری وجود داره، میزان فرهنگ سازی ضعیف هستش، میزان سواد آموزی صحیح هستش، میزان شغل و در واقع کار ضعیف هستش، بیکاری بالا هستش، همه این آسیب های اجتماعی زمین سازه هر گونه بزهکاری در دل جامعه هستش. بنابراین بیکاران ایران، اینها قربانیان یک سیستم هستند، قربانیان یک مدیریت بد منابع طبیعی ایران، منابع اقتصادی و در واقع مالی ایران هستند. ولی به هر حال برخی از اینها، یه لایه از اینها در ذهن کشیده میشن به مناسبات شدیداً ضربه خورده ای که این زمینه منجر به این میشه که احتمالاً به سوی قاچاق برن، به سوی اقدامات از این گونه برن. البته مسلماً مشکلات اجتماعی در جامعه هست، خواهد بود، حتی زمانی هم که اعدام در واقع منحل بشه باز ادامه پیدا خواهد کرد. ما این رو از یک سو در زمین سازی هایی که باید بکنیم باید بهش توجه بکنیم، از سوی دیگه و قانونی باید باشه که این قانون مداخله بکنه و اونجایی که میسر هستش که کارهای در واقع خلاف رو مورد تنبیه قانونی قرار بده. آقای دکتر، من فکر میکنم که این بررسی شما قابلیت این رو داره که گسترش بیشتری پیدا کنه و به صورت یک اثر، یک کتاب به هر حال در زبان فرانسه منتشر بشه، کاری که در راستای به هر حال استعداد شما هست. و اما بله بفرمایید. نه کاملا درسته، به خاطر اینکه خود یک
بخشی از به اصطلاح ادبیات جامعه شناسانه در فرانسه اتفاقا در ارتباط با مسئله خشونت هستش. من در ارتباط با به اصطلاح کارهای دانشگاهیم یکی از درسهایی که میدم در ارتباط با خشونت در محیط کاری هستش و این هم یک زمینه ای هستش که در واقع جامعه شناسان و روانشناسان بهش توجه میکنن به خاطر اینکه خشونت در محیط کاری خشونتی هستش که باید در واقع بهش توجه بکنیم. زمانی که این توجه نشه باز ابعاد جدیدی به خودش میگیره و در این ارتباط هستش که در دانشگاه ما گاه به گاه در واقع سمینارهایی رو در زمینه مسائل خشونت در جامعه و خشونت در محیط کاری تنظیم میکنیم و ساماندهی میکنیم و اون وقت هر کسی که به هر حال میاد و صحبت میکنه البته تولیدات فکری خودش رو هم به فرانسه بیان میکنه و به اصطلاح در به چرخش در میادش. و نکته‌ای که میگید کاملا درست هستش و در جامعه ایران هم مسئله خشونت و تولید فکری در این زمینه کار کاملا ضروری هستش به خاطر اینکه ما باید هم مسئله رو متکی بکنیم بر چی؟ به اینکه محققین، پژوهشگران باید توی این زمینه کار بکنن، ریشه یابی بکنن و راه حل هایی که مورد نظرشون هستش رو مطرح بکنن. یک، دو، مجموعه فعالین و کنشگران اجتماعی که در این زمینه ها به عنوان فلان انجمن در ارتباط با خشونت علیه زنان، خشونت علیه به اصطلاح افراد دیگه از جامعه کار میکنن، اونها در واقع یکی از دغدغه های فکریشون این هستش که چگونه در جامعه خانواده ها عمل بکنن که این میزان خشونت در واقع پایین بیادش و افرادی هم که در سطح به اصطلاح قانون میتونن عمل بکنن چه راهکارهایی از نظر قضایی، از نظر قانونی و حقوقی میشه به وجود آورد که این زمینه سازی بشه برای تربیت‌های بهتر جامعه و افراد جامعه و احتمالی مقدار مهار زدن به امر خشونت در جامعه. آقای دکتر، جورج سورل فیلسوف فرانسوی، جامعه شناس فرانسوی، شما در اثرتون هم اشاره کردید، گفته است که تفکرات درباره، یعنی تفکرات درباره خشونت اسم کتابشه، در اونجا میگوید که خشونت به معنای تخریب نظم اجتماعی است. دقیقا اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته، یعنی سیستم زیست و حیات سیاسی و اجتماعی ایران در واقع سست و فروریزنده شده. کاملا صحیحه. ببینید ما یه توجه بکنیم، تاریخ بشری درسته که پیوسته درش خشونت داشته، یعنی گرفتن مجموعه جنگ ها، مجموعه تجاوز ها و حتی ما اگر نگاه بکنیم به تاریخ به اصطلاح قرن بیستم، قرن بیستم یک قرن بسیار خشن و قهرامیز بود به خاطر اینکه در دل این قرن دو جنگ جهانی بزرگ اتفاق افتاد، جنگ های گوناگون منطقه‌ای اتفاق افتاد و هم این صدهی که به هر حال گذشت یک صدهی خشونتباری بوده. ولی که بر اساس تحقیقات تاریخی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مناسبات در دل جامعه، یعنی بسمن بسر این جنگ ها نیست، رابطه بین افراد، رابطه بین انسان ها در داخل یک جامعه، هرچی که جامعه بی مقدار جلوتر اومده، جوامعی که درش دموکراسی خواهی و فرهنگ پیشرفته تری بوده و فرهنگ مدار هستن، مناسبات اجتماعی آرامش بخش بیشتر هستش. یعنی چی؟ یعنی شما به فرض در نظر بگیرید کشورهای مانند کشورهای به اصطلاح اروپای شمالی، این کشورها کشورهایی هستن که نسبتاً کشورهای آرام هستن. یک کشوری که میخواد بر پایه دموکراسی عمل بکنه، دموکراسی خود این دموکراسی وقتی میاد یه مقدار التهاب جامعه رو در واقع از بین میبره به خاطر اینکه دموکراسی در برابر استبداد، استبداد یعنی فشار، یعنی خشونت. دموکراسی میگه حرفت بزن، با هم دیگه صحبت بکنیم به یه نتیجه احتمالاً برسیم یا نرسیم، برای یه مقدار واکنش‌های خشن رو در واقع جلوش رو میگیره. از سوی دیگه این در دل این جامعه افراد، آیا پیشرفت فرهنگی جوامع، فرهنگی جوامع یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک جامعه بردبارتر هستش، یعنی زمانی که جامعه به حقوق افراد توجه میکنه، یعنی زمانی که جامعه به امر حقوق بشر توجه میکنه، یعنی جامعه زمانی که قانون مدار هستش، زمانی که در واقع شما در نظر بگید قصاص
قصاص نوعی در واقع که قانون اسلامی هستش، میگه خانواده ای که فردیش در واقع مورد به اصطلاح قتل قرار گرفته، افراد اون خانواده میتونن خودشون برن در واقع این اقدام رو انجام بدن، در صورتی که مناسبات قانون مدار این چیز رو به هیچ وجه تجویز نمیکنه. بنابراین یا زمانی هستش که افراد در جستجوی انتقام و انتقام گیری هستن، خودشون میخوان این اقدام رو بکنن، در حالتی که یک جامعه قانون مدار میگه از طریق قانون باید رد بشین، دادگاه باید رد بشین، و به این ترتیب یک نوعی منش و فرهنگی رو روش میده که انسانها بتونن احتمالاً جنبه های گوناگون یک پدیده رو بنابراین نگاه بکنن. حرفی که این فیلسوف و جامعه شناس مطرح میکنه کاملا صحیح هستش، به این خاطر که ببینید یک جامعه های مدرن احتیاج به قانونمداری دارن، احتیاج به آرامش دارن که شهروندانشون بتونن با آرامش زندگی بکنن، از رفاه زندگیش استفاده بکنن، از زندگی محبت آمیز خودشون استفاده کنن، از محیط خانوادگی خودشون استفاده کنن، خلاقیت داشته باشن، هنر داشته باشن، در جامعه در واقع رأی بدن، در جامعه بتونن مسافرت بکنن و غیر و غیره. حال زمانی که جامعه‌ای درش خشونت وجود داره، به اشکال مختلف میزان قتل بالا باشه، میزان زندان بالا باشه، میزان اعدام بالا باشه، میزان خشونت‌های دولتی بالا باشه، یا خشونت‌های سمبولی در محیط کار بالا باشه، خشونت نسبت به زن بالا باشه، بنابراین نظم اجتماعی به هم میخوره. این آرامش که مورد نیاز جامعه هستش تبدیل میشه به یک مناسبات بسیار آشفته‌ای که در این مناسبات آشفته انسان‌ها جلیتر هستن، عصبانی تر هستن، خشمشون بالا میادش، واکنش های در واقع هیجان زده بیشتر خودشونشون میدن، جنبه عقلانی و خردمندانه رو به در واقع کنار میگذارن و بنابراین جامعه رو با خودشون بحرانی تر میکنن. و بنابراین این امر کاملا درست است، زمانی که خشونت بالا میاد تمام تعادل جامعه و قانونمندی جامعه کاملا به خطر میفته و بنابراین نظارت باید داشته باشیم به این که در یک جامعه خشونت رشد نکنه. اگر خشونت رشد بکنه حیات اون جامعه و آرامش شهروندان هستش که به خطر میفته. آقای دکتر بسیار بسیار ممنونم ازتون. آقای دکتر ایجادی، امیدوارم که در این بررسی هاتون موفق و موفق تر باشید، چون در این 5 سال یک عالم آنگونه که من در آثارتون دیدم بررسی های جامعه شناسی به خصوص درباره ایران انجام دادید.